LG G5 was modular design. The first phone built for fun. بنسر خمیردندان زغالی بنسر عمیق‌تر تمیز می‌کند، باکتری‌های دهان را از بین می‌برد و کربن اکتیو موجود در آن از ایجاد جرم جلوگیری کرده و دندان‌ها را کاملاً سفید نگه می‌دارد. بنسر، نبض زندگی در لبخندهای شما. بالاخره برنامه داروخانه دیجیتالمون رو راه اندازی کردیم. از این برنامه به داروخانه های مختلف تهران سر میزنیم و محصولات مختلفی رو که برای پوست، مو و ناخون شما مناسبن به شما معرفی میکنیم. شاید اگه خودتون بخواید برین تو داروخانه، انقدر تنوع محصول وجود داره که گیج میشین. نمیدونین چه محصولی برای شما مناسبه. حتی اگه روش نوشته باشه که برای چه مویی، چه پوستی مناسبه، بازم ممکنه شما گیج بشین. اما ما محصولات مختلف و چندین مدلش رو بهتون معرفی میکنیم. دیگه خودتون تهیه کنید و ببینید کدومشون به شما سازگاری بهتری داره. این برنامه‌مون اختصاص داره به موهای خشک و آسیب دیده. با هم اومدیم این داروخانه تا محصولات مناسب برای موهای خشک و آسیب دیده رو به شما معرفی کنیم. میکنم خدمت بینندگان عزیز، امروز برنامه‌مون در مورد موهای خشک و خیلی آسیب دیده و رنگ شده و دکلور است و اینکه میخوام یه چند تا شامپو اینا بهتون معرفی کنم برای کسایی که خیلی موهای خشک و آسیب دیده دارید. اگر موهاتون خیلی خشکه، استخر میرین یا اینکه رنگ کردین، دکلوره کردین در اثر سشوار و اینا به وجود اومده، میتونین یه سری شامپوهایی هست، شامپوهای ایرانی از برندهای سینره، فولیکا، اویدرم، سریتا، همه این برندها هستش که ترکیباتش کاملا گیاهیه. شما میتونین برای موهاتون استفاده کنین و یه سری هم سرم و نرم کننده و ماسک مو داره که میتونین برای موهاتون استفاده کنین. اولین شامپویی که میخوام بهتون معرفی کنم شامپو برای موهای خشک و آسیب دیده برند فولیکاست که این شامپو ایرانیه، مخصوص موهای خیلی خشک و دهیدرات است. جهت مصرف روزانه میتونین ازش استفاده کنین که این شامپو هم ماسک موی داخل حمام داره که شما میتونین ازش استفاده کنین و یه ماسک مو داره برای بیرون حمام که طرز استفادهش اینطوری: بعد از حمام روی موهای مرطوب روی دستتون میزنید و به ساقه موهاتون پخش میکنید. دومی شامپویی که میخوام بهتون معرفی کنم شامپو بایو ایتالیاییه، خیلی شامپو خوبیه برای موهای خشک و رنگ شده است و اینکه ترکیباتی که داخلش داره جوجوبا، کراتین و شیباتره که اینا حالت ترمیم کنندگی برمونتون داره. این میتونین داخل حموم ازش استفاده کنین. برای بعد از حمامش هم یه روغن آرگان داره که حالت ترمیم کنندگی برای موهای خشک و آسیب دیده است و اینکه داخلش ویتامین ای داره. بعد از حمام اینم به ساقه موتون برای موهایی که خیلی خشکه استفاده میشه. شامپویی که میخوام بهتون معرفی کنم شامپوی سینره است، شامپوی جوان گندمشه که پروتئین جوان گندم و B5 داره و حاوی ویتامین ایه و اینکه یه دونه سرم آنتی فریز داره برای بعد از حمام به ساقه موهاتون میزنی، اون وز و موخوره و دمیج بودن موهاتون رو از بین میبره. چهارمین شامپویی که میخوام بهتون معرفی کنم شامپوی دوکره فرانسویه، یه شامپوی خیلی خوبه که اگر توان خریدش رو دارین بسیار شامپوی مناسبی برای موهای خشک و آسیب دیده است. یه دونه سرم مو داره که داخل بعد از حمام میتونین ازش استفاده کنین، حالت روغنی داره برای ساقه هایی که خیلی خشک و وز و موخوره داره
و داخل حمامش هم یه دونه ماسک داره، حالت آبرسانه. اینم باز برای موهای خشک استفاده میشه. اینم خیلی برند خوبیه. پنجمین چیزی که میخوام بهتون معرفی کنم سرم آبرسان دیترون. اینم برند ایرانیه، از درخت چای سبز تشکیل شده. و اینکه برای کسایی که نمیخوان موهاشون چرب بشه در واقع از سرم استفاده نکنن، میتونن از سرم دو فاز استفاده کنن که نه چربی به مو میده، خیلی حالت سبکی داره برای بعد از حمام و قبل از براشینگ قابل استفاده است برای موهای خیلی خشک و آسیب دیده. برند دیگه ای که میخوام بهتون معرفی کنم شامپوی ویشی فرانسویه. یه شامپوی مغذی برای موهای خیلی خیلی خشک و آسیب دیده و رنگ شده و دکلر است که یه شامپو داره و یه نرم کننده داره و یه دونه ماسک مو داخل حمام داره که شما اول شامپو رو استفاده میکنیم بعد نرم کننده و ماسک مو رو هم به عنوان آخر حمام برای پایین موتون استفاده میکنیم، برای ساقه موهاتون که اون خشکی رو در واقع از بین ببره. یه سرم آرگان هست به نام میست ادن، اینم برند فرانسویه که آبرسان خیلی قوی برای ساقه موهای خیلی خشکه. شامپوی سریتا که اینم یه شامپوییه که نسخه پزشک میشه، میتونین بر موهاتون استفاده کنین، هم جنبه تقویتی بر موهاتون داره هم درمان موهای خشک آسیب دیده.